آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن. تشکر میکنم از جناب فرزاد، مهندس فرزاد در اتاق فرمان که من رو راهنمایی میکنند و این برنامه رو به بهترین وجه پرزنت میکنم به مهمانامون و بینندگان عزیز. امروز دو مهمان بسیار گرامی دارم که بدون اینکه فرصتی رو از دست بدم میرم به سالن و خدمت دکتر مریدی سلام دارم، درود دارم و خوش آمد میگم و بعد دکتر زندی، دکتر فرخ زندی خدمت ایشونم سلام و درود دارم، خوش آمد میگم. دکتر مریدی شما اگر مطلبی دارین بفرمایید که من برم پیش آقای دکتر زندی. خیلی متشکرم از دعوتتون جناب افشینجان. من هم درود سپاس دارم خدمت شما و همینطور عرض سلام خدمت دوست نازنینم جناب پروفسور زندی که در این برنامه من در خدمتشون هستم، همراهشون هستم و همینطور درود به تمام بینندگان عزیز برنامه شما. بله خیلی ممنون دکتر زندی، خوش آمدین دو مرتبه. داشتم به مهندس فرزاد میگفتم امروز ما از همه همشهری ها دور هم جمع شدیم. درود دارم به شما دکتر زندی. درود خدمت شما جناب افشین جم، درود خدمت دکتر مریدی نازنین، درود خدمت بینندگانتون و گردانندگان این برنامه در پشت صحنه. بله دکتر زندی، من میخواستم با شما شروع بکنم. موضوع مسائل اقتصادی، مسائل روزه، همینطور که شما مرتب برنامه ها رو، خبرها رو در ایران و جاهای دیگه دنبال میکنین، من صحبت من راجع مسائل ایران هست و همینطور که اطلاع دارین یارانه ها رو اخیراً به 300 هزار تا 400 هزار دلار تومان اضافه کردن و این رقم یک در حقیقت یک تنفسی به مردم داده، یک راه حل موقتی رو ایجاد کرده. پرسش من اینه که با توجه به اینکه تورم روزانه و قیمت‌ها روزانه بالا میره، بفرمایید که این 300 یا 400 هزار تومان یارانه که اضافه میشه با نرخ تورمی که شما همیشه اندازه میگیریم و قیمتهایی که هر روز داره بالا میره، تصور میکنین که این یارانه تا چه مدت میتونه دوام داشته باشه تا اینکه کچاپ بکنه، یعنی اون برسه به این رقمی که دو مرتبه برگردیم به سر خط اول؟ بله بسیار ممنون از سوالتون جناب افشینجان. ببینید با میزان تورمی که در جریان هست، با ارقام رسمی و ارقام غیر رسمی که خیلی بالاتر از رسمی هست، قدرت خرید تومان به سرعت همه میدونن در حال کم شدن هست. ارقام رسمی تورم نزدیک 40% هست، یعنی در از شما دو سال و نیم اگر بگذره که ما مرکبش هم نکنیم، در عرض دو سال و نیم 100% از قدرت خرید تومان پایین آمده. دفعه قبل اولین باری که یارانه های مستقیم جانشین سوبسیدا در یک بازارهای خاصی شد زمان آقای احمدی نژاد، 45500 تومان برای هر نفر در نظر گرفته شد که این به سرعت ارزش خودشو از دست داد و این 400 هزار تومان که الان
300-400 هزار که شما بهش اشاره کردید در واقع بر اساس همون 45 هزار تومن، 45,500 تومن هست که در کنارش یارانه کمک معیشتی اضافه شده که نزدیک 150 هزار تا اگه اشتباه نکنم، و بعدم کمک یارانه ناشی از اصلاح سهمیه بنزین هست، و اینا همه نشان دهنده این هست که هزینه زندگی انقدر بالا رفته که اگر 300-400 هزار تا رو واریز بکنن به حساب افراد، در حقیقت نزدیک 9 برابر نسبت به 445 هزار تومن در نظر بگیریم دارن افزایش میدن این سهمیه ها رو، و این خود نشانه این هست که در این فاصله چند ساله که یارانه مستقیم برپا شده چقدر قدرت خیلی از دست رفته که الان مجبورن به این صورت چند برابرش بکنن. خب طبیعی هست که این جوابگو نیست اونجوری که ما داریم ببینیم که شما ارقامی که البته خب جوکایی هم که میاد بیرون فوق العاده زیاد هست. شما موقع یک کیلوگرم از شکر یا یک کیلوگرم از گوشت و تمام یارانه گذشته یک ماهتون رو تصاحب میکنه، خب طبیعتا هیچ چیزی برای بقیه مصارف زندگی باقی نمیذاره، و همینجوری که سطح فقر در حال پایین رفتن هست و چون قیمت هایی که ما دارن در بازار داره واقعا مشاهده میکنیم، خب این قیمت ها تابع چند تا عامل اصلی هستند. از یه طرف بانک مرکزی هست که مسئول چاپ اسکناس هست و افزایش نقدینگی که خب خودش سالیانه که همه میدونن مسبب اصلی افزایش قیمت هاست. دوم سقوط ارز هست که سقوط ارز سبب میشه که تمام کارهای وارداتی قیمتش بالا بره، و حتی اونایی که در داخل تولید میشه چون در خارج از ایران اون تولیدات داخلی میتونه مصرف داشته باشه به عنوان صادرات، و احتمال قاچاق اینها یا اگر غیر قاچاق باشن صادر بشه، طبیعتا قیمت کالاهایی که در داخل هم تولید میشه نسبت به بازار خارجی افزایش پیدا میکنه. یعنی فقط مسئله واردات نیست که به خاطر سقوط ارز بالا میره، تولید داخلی هم در کنارش قیمت بالا میره. خب طبیعتا الان ما داریم به ارز 32 هزار تومن و 33 هزار تومن نگاه میکنیم، خب این نسبت به اون چیزی که قبلا وجود داشت 25 هزار تومن که اون هم به زور دولت نگه داشته بود برای مدت بسیار بسیار زیادی، خب به هر حال به خاطر که بازارهای انتقال پول بین ایران و بقیه کشورها خیلی خیلی محدود هست در ایران، یعنی ما اصلا آزادی انتقال سرمایه رو نداریم به هیچ وجه، طبیعتا سقوط ارز ازش به اون شکلی بایستی انتظار داشت جلوگیری شده، و دولت میتونه با قوانینی که بذاره وارد صحنه بشه، صرافی ها رو ببنده، چند نفر رو به زندان بندازه و یه مدتی بازار رو در حقیقت راکت و یا متعادل نگه داره، ولی در دراز مدت اینها جوابگو نیستن، و این اختلاف قیمت که شما بین بازار رسمی، ارز رسمی و غیر رسمی مشاهده میکنید یکی از موزلاتی هست که بانک مرکزی در حقیقت باش روبروست، و اون هم از اون جزء یکی از 57 تا 58 مشکلاتیه که سیاست های داخلی ایران برای خودش برای مردم مشکل زار بوده در این مرحله. در نتیجه به قول معروف going forward بری جلو بریم، این 300-400 هزار تومن هم جوابگو نخواهد بود در با این سرعتی که داره ارز سقوط میکنه و جای بسیار سقوط بیشتری داره، در نتیجه با اون سرعتی که تورم داره رو به افزایش میره، چون واقعی قیمت واقعی تورم نرخ تورم خیلی بالاتر از اونجاست که رژیم اعلام میکنه، به زودی هم ارزش این 400 هزار تومان از بین خواهد رفت. بله خیلی ممنون دکتر زندی. دکتر موردی گرامی، میدونم که اعلامیه شاهزاده رو که اخیراً بیان کردن دنبال میکنین و در برنامه های مختلفی هم دیدم که شرکت کردین. پرسشم در حقیقت این هست، امروز با آقای کیانوش توکلی یک مطلبی رو توی سایت من گذاشته بود، توی فیسبوک من، و در این علتی که اسمشو میبرم برای اینکه میخوام مسجل باشه که این
چون این کیانوش توکل خودش حدود 7-8 ساله که از حزب کمونیست بیرون اومده، ولی قبلش یکی از افراد بسیار مؤثر در حزب کمونیست بود. ایشون در اون نوشتش اعلام کرده بود که همکاری نیروهای چپ و کمونیست متشکل از حزب کمونیست کارگری و راه کارگر، فداییان اقلیت، هسته اقلیت و حزب کمونیست به بیانیه شاهزاده تایید کردن و لبیک گفتن. خبر بسیار، به نظر من خبر خیلی خوبی بود. قبل از اونم همطور که اطلاع دارین شورای گذار با شاهزاده موافقت کرده بودن سر، یعنی در حقیقت پشتیبانی کرده بودن. در این حال زندانیان سیاسی، اون کسانی که 14 نفری که درخواست استعفای خامنه‌ای رو داده بودن و الان تعدادشون حدود نصفشون یا شاید هم بیشتر در زندان هستن، اونا هم یک بیانیه دادن و صحبت‌های شاهزاده رو تایید کردن، یعنی قبول کردن. از طرف دیگه دکتر مریدی، ما دیدیم که 6 تا سازمان جمهوری‌خواه علیه این بیانیه شاهزاده به اصطلاح بگم گفتن رهبر تراشی نکنین و مخالفت کردن. و از طرف احزاب اتنیکی، در حقیقت 3 تا از احزاب یا شاید هم بیشتر، من تا اونجا که اطلاع دارم 3 تا ائتلاف بزرگی رو که اتنیک ها درست کردن با موازه رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی حمله کردن. و تمام این مطالبی که من مطرح کردم اینه که این چیزهایی است که الان در محیط در خارج از ایران، در داخل ایران میگذره. شما میدونم که بسیار علاقمند هستین و دنبال میکنین مسائل رو، میخواستم که برای بینندگان ما مطرح بکنین شما چی میبینین این برنامه هایی که الان خدمتون عرض کردم. و احیانا ما وارد مطالب شاهزاده هم خواهیم شد، ولی در این موردی که من گفتم خواهش میکنم نظرتون بفرمایید. خیلی متشکرم جناب افشین جناب. عرض کنم بیانات شاهزاده که 13 خرداد یا معادل 3 ماه جون خودشون به اصطلاح قرائت کردن بیانیهشون رو، همونطور که شما اشاره کردید بحث گفتگوهای زیادی رو در بین اپوزیسیون و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون به وجود آورده که خود این در واقع یک نشانه بسیار خوبی هست، چرا که وقتی ایشون صحبتی رو مطرح میکنن یا مطلبی رو عنوان میکنن دیگران بهش توجه میکنن و در موردش صحبت میکنن. و اما اینکه خب بعضی ها نظر انتقادی داشتن و بعضی ها تایید کردن، این هم به نظر من کاملا طبیعی هست. برای هر بیانیه سیاسی، هر حرکت سیاسی، از اونجا که سیاست علم محض نیست مثل ریاضیات، طبیعتا یه عده موافق و یه عده مخالف خواهد داشت. ولی در کل اون مطالبی که ایشون عنوان کردن از اینکه خب احزاب سیاسی، گروه ها، تشکل ها با دور هم جمع بشن، در واقع صحبت هایی بوده که ایشون همیشه اشاره کردن به اون موضوعات و در جایی هم اشاره کردن به اینکه خطاب ملت ایران که شماها اپوزیسیون هستید. البته این موضوع رو بعضی از احزاب و گروه های سیاسی به این ترتیب توجیه کردن که شاهزاده تشکل‌های سیاسی رو در نظر نگرفتن، نفی کردن و فعالیت اونها، زحمات 43 ساله اونها رو ندیده گرفتن و مطالبی از این نظر و از این دریچه به این نکته به اصطلاح اشاره کردن. ولی جنبه دیگر این نکته که در بیانات ایشون بود، ممکن بود به این صورت هم تعبیر بشه که ایشون چون خطابشون به ملت ایران بود، در واقع به این خیزش هایی که در ایران مرتب در شهرهای گوناگون در جریان هست، خواستم به یک نحوی به مردم ایران بگویند که بله، شما ها اپوزیسیون هستید، اپوزیسیون واقعی هستید، برای اینکه شما در خط مقدم هستید، هر روز تو خیابان هستید، دارید اعتراض میکنید، دارید کتک میخورید، حتی تیراندازی بهتون میشه، بنابراین شما ها اپوزیسیونید. بنابراین این جنبهش هم قابل تفسیر است در گفته ایشان. و من تصور شخصی من این نیست که ایشان نیتشون این بوده که احزاب اپوزیسیون ایرانی که در خارج از کشور 43 سال از زحمت میکشن، کار زندگیشون رو گذاشتن سر این کار،
بعضیا مثل دکتر بختیار، دکتر صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر عبدالرحمن بروبند و خیلی های دیگر حدود 2300 نفر از اعضای اپوزیسیون جان خودشون رو در این راه گذاشتن و بقیه هم از وقتی که از مملکت تبعید یا خود تبعیدی شدند و اومدن در کشورهای خارجی همه با یا اکثریتشون با دست خالی اومدن و اینها زمینی که باید زندگی خودشون رو جا مینداختن برای خانوادهشون زندگی درست میکردن در دیار غربت، ولی در این حال دست از مبارزه با حکومت استبدادی ایران بر نداشتن و مرتب فعالیت کردن، کوشش کردن در از این 43 سال و این رو من فکر میکنم همه مردم میدونن و شاهزاده قطعا به این نکته توجه دارن. ولی یه واقعیت دیگری هم هست جناب افشینجان، اون هست که خب اپوزیسیون ما با همه زحماتی که کشیدن نتونستن سر بعضی از مسائل دور هم جمع بشن. به عنوان مثال همین اپوزیسیون مشروطه خواه همشون خب در واقع قانون تفکر سیاسیشون استقرار حکومت پادشاهی، حالا از نوع سلطنتی نوع مشروطه برحال حکومت پادشاهی در ایران، ولی این چند گروه به اصطلاح پادشاهی خواه یا مشروطه طلب یا سلطنت طلب برای هر عنوانی براشون بخواهم اطلاع کنیم، اینها هم نتونستن دور همون یک محور یک کانونی که همشون هم نظرشون به اون کانون هست دور هم جمع بشن. یا از اون طرف ما احزاب کمونیستی، احزاب چپ رو داریم، انواع و اقسام احزاب چپ ما داریم. خب این احزاب چپ هم همه ظاهرا پیرو فلسفه مارکسیسم لنینیست یا مارکسیسم هستن، خب اینا هم نتونستن دور هم جمع بشن. احزاب جمهوری خواه غیر ایدئولوژیک داریم چند تا، خب اینا هم دور هم نتونستن اقلا جمع بشن به یک اتفاق و اتحادی تو به اصطلاح به وجود بیارن. بنابراین این یکی از بسیار کمبودهای ما ایرانیان در واقع همین عدم همکاری با همدیگر هست و هر کسی میخواد فقط طرف خودش رو به کرسی بنشونه. خب البته هیچ ایبیلادی هم نداره، ولی واقعیت هم این است که الان که همه در اپوزیسیون هستن نیازی به رقابت با همدیگر نه تنها نیازی نیست به رقابت با همدیگر، بلکه اصولا رقابت با همدیگر الان مضره برای این جنبش، برای این حرکت. الان مثلا رقابت احزاب با هم دیگر یک چیز کاملا بی‌معنی است. وقتی که وطن به قول معروف آزاد بشه و حکومت دموکراسی در ایران برقرار بشه، انتخاباتی قراره در ایران انجام بشه، اون موقع است که بله احزاب سیاسی، حالا فرض کنیم 6 تا حزب کمونیست، 10 تا حزب جمهوری خواه، نمیدونم 7-8 تا حزب مشروطه خواه، هر کسی همه اینها بیان با هم دیگر مبارزه کنن، همه اینها بیان هر کدوم برنامه خودشون رو به مردم ارائه بدن و بگوین که ما بهتر از بقیه هستیم، خب اون موقع حق دارن. ولی الان موقع این حرفا نیست، الان اصلا موقع این حرفا نیست، الان موقع این است که خب این گروه ها دور هم جمع بشن و یک مثلا توافق و تفاهمی با هم به وجود بیارن. همونطور که عرض کردم حتی این طیف های مشخصی که ما داریم مثل کمونیستا، مثل جمهوری خواهان، مثل مشروطه خواهان، اینها هم در درون خودشون نتونستن به توافق برسن. این یک کمبود بزرگی هست برای جامعه ما. یه نکته دیگری که در بیانات شاهزاده بود و این احزاب حالا اتنیکی، قومی، یا من کلمه محلی رو به کار میبرم برای این کلمات هر کدومشون چون تعریف نشدن جناب افشینجان در فرهنگ سیاسی ما حساسیت های ایجاد میکنه وقتی میگیم قوم یا اتنیک، یا ولی خب محلی میتونیم بگیم، برای که اینها احزابی که ما الان داریم احزاب بسیار مثل من مثال میذارم حزب دموکرات کردستان یا احزابی مشابه اونا مربوط به یک محل خاصی از وطن عزیز ما ایران هستن. بنابراین من از این نقطه نظر احزاب یا گروه های سیاسی محلی نام میبرم و در مقابلش خب احزاب سیاسی سراسری داریم که برای همه ایران فعالیت میکنن. احزاب به اصطلاح گروه ها و احزاب تشکلهای محلی هم از بکار بردن کلمه ایل و طایفه و عشیره در بیانات شاهزاده نگران بودن، ناراحت بودن و اونا هم خب به جهت حق دارن به علت اینکه ما دیگه ایل و عشیره و قبیله به اون یا طایفه به اون تعریفی که در گذشته داشتیم دیگه نداریم. الان اصولا عشایر به اون حالتی که به اون شکل سازمانی که حتی در گذشته در دوران قاجاریه داشته، میدونه که با سیاست اسکان عشایر در دوران رضا شاه و بعد تقسیم اراضی در دوران محمد رضا شاه و آخرین لیدر به اصطلاح عشایر که
مربوط به قشقایی ها میشد، اونم که خمینی اعدامشون کردن. ما دیگه عشایر در واقع به اون معنای متشکلی که در گذشته داشتیم که خب قدرتی بودن در حقیقت، ما میبینیم که خب صفویه برخواسته از عشایر قزلباش بودن، افشاریه برخواسته از ایل افشار بودن، قاجاریه برخواسته از شعبات گوناگون ایل قاجار بودن. بنابراین خب ایلات و عشایر در گذشته مرکز قدرت، یکی از ستونهای قدرت در کشور ما بودن، ولی امروزه دیگه اون حالت به هیچ وجه وجود نداره. اطلاق قوم هم خب اون هم باز یک بحث دیگری هست که به اصطلاح این احزاب گروه محلی اون رو هم نمیپسندن کلمه قوم رو، از این ور بعضی ها به خودشون ملت میگوین، بعضی ها ملیت میگوین، که اینا متأسفانه هنوز در بخش سیاسی ما، در فرهنگ سیاسی ما تعاریف مشخصی از اینا به دست داده نشده و برای همین هم است که این همه حساسیت ایجاد کرده از طرف. دکتر مریدی، چند تا مطلب مهمی رو اشاره کردین، البته همه مطالب مهم بود، من چند تاشو راجع به این که در گروه به عنوان مثال پادشاهی چندین گروه هستن و اینا به هم دیگه نمی پیوندن واقعیت مسئله است. من فکر کنم که یکی از کارهای مهمی که شاهزاده باید بکنه جمع کردن اینا زیر یک پرچم هست، پرچم حالا سامانه پادشاهی یا هر چیز دیگه. نکته بسیار مهمی که من خودم شاهدش هستم اون انشقاقی هست که بین کسانی که خود شاهزاده را قبول ندارن و این تقسیم میشه به دو گروه. یک گروهی که به نظر من افراد نفوذی هستند که از اتاقهای فکر جمهوری اسلامی خط میگیرن و میان داخل رسانه ها و مطالبی رو مینویسن یا اظهار نظرهایی میکنن و این باعث دعوا و جنگ و جدل میشه، و کسای دیگه هستن که فقط میخوان که اقتدار، همونطور که بعضیا اعلام میکنن، رضا شاه روحت شاه، و فکر میکنن که میشه برگشت به اون زمانها، و این خود این یک مسئله به نظر من مسئله فرهنگی است. من نمیخوام اینجا صحبت بکنم، ما شما مهمانان، میخوام از مهمانان هموطنان ما از وجود شما استفاده بکنن. دکتر زندی، اگر مطالبی راجع به این صحبتهایی که دکتر مریدی اشاره کردن مطالبی رو داریم، خواهش میکنم بفرمایید. بعد از اون من یک سوال اقتصادی دارم، خواهش میکنم بفرمایید. بسیار ممنون. ببینید دکتر مریدی، نکات مهم در جواب شما رو دادند و من با ایشون 100% موافق هستم و شاید به خوبی ایشون نتونم حتی دو مرتبه این صحبتاشون رو تکرار کنم، ولی یه چیز من دو نکته کوچک بخوام اضافه بکنم و این جنبه انتقادی داره جناب افشین جم، این که ما همونجور که دکتر مرید بهش اشاره کرد خیلی تعاریف جا نیفتاده به خاطر که بحثای سیاسی در عرض این 43 سال از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار آمده هیچ وقت جنبه علمی نداشته، یعنی که صحبت بوده از مثلا فرض بفرمایید کلمه فدرالیست یا فدرالیزم و یه سری که فرار میکنن ازش، یه سری اینو رادیو اکتیو میدونن، یه سری میگن بدون این امکان نداره که آینده ایران برقرار به شکل درستی برقرار بشه، یعنی حکومت دموکراسی سر کار بیاد، و یه سری اصلا نمیدونن یعنی چی. در نتیجه شما باید اینا تعریف بکنید آقا کلمه فدرالیست و فدرالیزم چی هست که باعث نگرانی و سبب میشه که دوری بکنیم. در چه وقت ما چیکار میکنیم؟ میام شروع میکنم براش جانشین پیدا کردن، غیر متمرکز. حالا میام شما غیر متمرکز رو تعریف کنید و بعد صحبت از مدل های فدرالیست که مثلا میکنید، اکثر دستن در کارهایی که من صحبت هاشون رو گوش کردم میبینم که اصلا جنبه علمی قضیه به این به مسئله توجه نمیکنن به هیچ وجه. کانادا فدرالیست، امریکا کشور فدرالیست، آلمان هست، هند هست و خیلی خیلی کشورهای دیگه هستن. ما کدوم مدلش رو در نظر داریم؟ در نتیجه اون قسمت قضیه هیچ وقت
به یه جنبه علمی نرسیده، برای همین یا شما موافقید یا مخالف. و یه نکته دیگه که در این زمینه قبلی باعث خدمتتون عرض بکنم، اون هم جنبه غیر علمی قضیه داره، این هست که مثلا فرض کنید که واژه هایی مثل لیبرال دموکراسی خیلی حذر میکنن ازش و استفاده نمیشه، در نتیجه من این جنبه انتقادی دارم جناب افشینجان، در نتیجه کلماتی واژه هایی به اسم جانشین پیدا میکنن. الان همگی استفاده از سکولار دموکراسی میکنن. سکولار دموکراسی چیز مصنوعی مندراریه که اصلا در لیترچر علم سیاست وجود نداره. ما از جان لاک به این سمت که و یا قبل از جان لاک نگاه بکنیم، کلمه لیبرال دموکراسی اون چیزی است که آرزوی هر فرد دموکراسی خواه باید باشه، یعنی اون سیستم. حالا این لیبرال دموکراسی در کجا ما ببینیم؟ ما اینا در فنلاند میبینیم، در هلند میبینیم، در کانادا میبینیم، در امریکا میبینیم، در لوکزامبورگ، در اتریش، اسپانیا، انگلستان و خیلی خیلی کشورهای دیگه. حالا بعضی این کشورها جمهوری خواه هستند، بعضی جمهوری هستند، بعضی از این کشورها پادشاهی هستند. یعنی در واقع اگر ما با کلمه لیبرال دموکراسی که من تصورم بر اینه که جنبه لیبرالش خیلی نگران میکنه چون جنبه بازار آزاد درش میاد، اگر از این عبور میکردیم و تا به امروز این کلمه رو جا مینداختیم، اون وقت اختلاف سلیقه بین جمهوری خواهان ایران و اونهایی که طرفدار پادشاهی هستند یا چپ هستند و راست هستند خیلی خیلی کمتر میشد. یعنی که در حقیقت وقتی ما میگیم ما یه رژیم لیبرال دموکراسی میخوایم، خیلی راحته که ما بدونیم کشورهای پیشرفته دنیا از ژاپن آسیای شرقی گرفته تا انگلستانی که غربی ترین کشور در اروپا هست، اینها کشورهای لیبرال دموکرات هستند. حالا همه که عرض کردم یا پادشاهی هستن، مشروطه سلطنتی دارن و یا جمهوری هستن. در ما اون قسمت اون وقت میتونسته بذاریم برای و بایسته بذاریم برای بعد از عبور از جمهوری اسلامی، یعنی بعد از اینکه ما نیروهای اپوزیسیون کنار هم دیگه قرار گرفت، همونجوری که شاهزاده در سخنرانی صحبت کرده، هنگ همه دلشون میخواد راجبش صحبت میکنن و هیچ که در عمل انجام نمیده، وقتی ما در کنار هم دیگه آمدیم، اختلاف نظرام امروزمون رو کنار گذاشتیم و اون جبهه رو به وجود آوردیم که بتونیم از این رژیم عبور بکنیم، بعد از این رژیم یک رفراندوم صورت میگیره، شما این کلمه این رژیم این سیستم میخواد یا اون سیستم. نهایتاً اصل دموکراسی سر جاش هست، اصل لیبرال دموکراسی سر جاش هست. حالا شما میتونه که پرزیدنشال سیستم باشه مثل امریکا، یا میتونه نیمه پرزیدنشال سیستم باشه مثل فرانسه، یا میتونه مشروطه سلطنتی باشه مثل فرض کنید که هلند و یا سوئد یا اسپانیا، یا اینکه یه سیستم جمهوری مثل اتریش اگر دوست داشته باشین، هر چی دوست داشته باشین. در چه اون مسئله خیلی راحت حل میشد. نکته مشابه اینا خدمتتون عرض بکنم سر مسئله ترم کانستیتوشنال دموکراسی هست. کانستیتوشنال دموکراسی اصلا استفاده نمیشه در لیترچر سیاسی ایران، در بحث‌های سیاسی ایران، چون ظاهرا و اینا خیلی غیر علمیه، تصوری که بر کانستیتوشنال دموکراسی هست اینکه این جنبه مشروطه و پادشاهی داره، در صورتی که کانستیتوشنال دموکراسی تمام کشورها که عرض کردم خدمتتون از اون سیستم برخوردار هستن، کشورهای پیشرفته دنیا. در نتیجه ما اگه سر اصول توافق می‌کردیم و یه روزگاری هم ان شاءالله بکنیم، اون وقت بحث انتخاب این سیستم، اون پادشاه می‌خوای رئیس جمهور یا نخست وزیر، به تعویق میفته برای بعد از عبور از رژیم. اینو یا عمدن یا سهواً ما هیچ وقت در داخل بحث‌های سیاسیمون تا به امروز نداشتیم و متاسفانه قبول نکردیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده که به قول کسایی که من گهگداری ازشون یه چیزی میخونم در سوشال میدیا، سخنران شاهزاده سبب شده که یک اتحادی بین حداقل 6 تا تشکیلات متفاوت به وجود بیاد بر علیه ایشون، و در حالی که ما باید اتحاد بر علیه اون رژیم منفور و منحوس به وجود بیاریم، نه بر علیه شاهزاده پهلوی. حالا میخوام با خیلی چیزاش موافق باشیم یا با خیلی چیزاش مخالف باشیم. به نظر من دکتر زندی شما زدین روی میخ واقعا، چی میگن، you nail it down به قول معروف. و به نظر من
اون کسانی که این مطالب رو مطرح میکنن از من یا شمای نوعی رو عرض میکنم، یا دکتر مریدی یا کسای دیگه، چه قولی میخواین که ما بخوام بدیم؟ ما در اصلا در شرایطی نیستیم، در موقعیتی نیستیم که بخوام بگیم بله ما میخوام فدرالیسم داشته باشیم یا عدم تمرکز داشته باشیم یا هر چی دیگه. اون چیزیست که ملت باید تصمیم بگیره که چی میخواد انجام بده. بنابراین موضوع ملت، موضوع قوم، موضوع عدم تمرکز، موضوع فدرالیسم، تمام اینا معنی های خودشونو دارن و این معنی های خودشون هیچ گروهی، اون 6 تا گروه سازمان سیاسی جمهوری خواه یا گروه های سازمان پادشاهی نمیتونن به کسی دیگه قولی بدن، برای اینکه اینا گروه هستن. ما نیاز به یک رفراندوم برای اکثر این مطالب داریم و علاوه موضوع واژه فدرالیسم و عدم تمرکز وقتی که موضوع زبان تدریس به زبان مادری هم بهش اضافه میشه یک معجونی میشه که به گفته همه 100% یک به اصطلاح پا گذاشتن روی مطلبی هست که در آتیه ممکنه که خدای نکرده باعث جدایی بشه، برای اینکه ملت یک مفهومی داره، قوم یک مفهوم خودشو داره. بنابراین من از اینجا میخوام که اگر شما مطلبی راجع به نکته‌ای که من گفتم اضافه بکنین، وگرنه میرم به یک مطلب دیگه که مربوط به مسائل اقتصادی میشه. بله بسیار ممنون از اون صحبتتون. ببینید من فقط یه نکته اضافه بکنم جناب افشینجان. ما میبایستی، یعنی تمام اپوزیسیون برای او بعد از خیلی چیزا، شما درست میگید میبایست تصمیم گیریش بعدن باشه، ولی ما باید سر یک چارچوبی توافق داشته باشیم و الا هرج و مرج و هر شبت که نابسامانی بعد از عبور به وجود خواهد آمد. ما میبایست قبول بکنیم که رژیم آینده ایران یه رژیم سکولار دموکرات، حالا به قول این صحبت هایی که در سیاست میکنن، ولی به قول بنده به خاطر لیترچر مدرن پولیتیکال ساینس به لیبرال دموکراسی، کانستیتوشنال دموکراسی، و تو این واژه ها اصلا اسمی از پادشاهی یا رئیس جمهوری گفت برده نشده. اون انتخاب مال بعد از عبور از رژیم و رفراندوم است. ما میبایست از قبلش قبول بکنیم که این چارچوبی هست که ما درش انتظار داریم و در آینده در این چارچوب لیبرال دموکراسی چه پادشاه داشته باشیم که هیچ کاره خواهد بود، یعنی در حقیقت سمبول خواهد بود، و یا میتونه اگه سیستم مثل اسرائیل یا هند و یا آلمان ما داشته باشیم، سیستمی هست که بالاترین مقام رئیس جمهور در حقیقت اونم سمبول هست، یعنی رئیس جمهور هندوستان هیچ قدرتی غیر از اون قدرتی ملکه الیزابت در کانادا داره نداره، یعنی هیچ قدرت سیاسی و اجرایی نداره. در اسرائیل رئیس جمهور نقشی نداره، نقش در با نخست وزیر هست در اسرائیل، در هندوستان هست در اسرائیل، همچنین در انگلستان هست و در کانادا هست. ما میبایستی به اون ما توافق داشته باشیم، چه چپ هستیم، چه راست هستیم، چه پادشاه بخواه هستیم یا جمهوری خواه هستیم، که ما به این چارچوب معتقدیم، بعداً انتخابش اون فیگرهد رو میذاریم یا سیستم میتونه پرزیدنشال مثل امریکا باشه به جای بعدی بذاریم، و الا من تصور میکنم که بسیار اوضاع مخشوش خواهد بود که اگر ما به چیزهای ابتدایی بررسی نکنیم. من دیگه در این زمینه عرضی ندارم. بله، من برای هموطنانی که ممکنه که یک مقدار مفاهیم براشون مشخص نباشه ریفر میکنم بهشون که به پیمان نوین شاهزاده تاریخ 28 سپتامبر 2020، یعنی حدود یک سال و نیم پیش، تقریبا نزدیک به 2 سال پیش مراجعه بکنم. در اونجا من فقط 2 تا موضوع رو کوت میکنم، یعنی نقل قول میکنم از روی نوشته‌ای که ضبط شده: حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. این خیلی مشخصه، یعنی میگه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و اون چیزی که ایشون باورمند هست.
بنابراین من وارد بقیه چیزا نمیشم، چون به نظر من در پیمان نوین مسائل خیلی مشخص گفته، در بیانیه جدیدی که گفته به نظر من یک مقدار خطا رو کشیده، خطای قرمز رو کشیده و دستورالعمل‌هایی به مردم داده، به ارتش داده، به سازمان‌های مختلف داده و درخواست‌هایی رو در اونجا کرده. به نظر من، حالا ما از این صحبتم از دکتر موردی خواهیم کرد، به نظر من این که اگر شاهزاده یک مقدار اون مطالبی که قبلا دکتر موردی مطرح کردن کلاریفای بکنن، یعنی روشن‌تر بکنن، من فکر می‌کنم مشکلی نباید باشه. و این مسئله فدرالیسم و عدم تمرکزم که شما اشاره کردید به نظر من به درستی گفتیم. بعد سوال بعدی من دکتر زندی اینه که داشتم من به چند تا از سخنان اقتصاددانا در اروپا گوش میدادم، میگفتن که ارزش دلار امروز در حقیقت حدود بین 44 تا 48 هزار تومان هست و دلایل خودشون هم داشتن. شما مطمئنا یک به اصطلاح اون آمار خودتون رو دارین و اون سنجش خودتون دارین، شما نظرتون چی هست؟ یک و دو اینکه فکر میکنین دلار به کجا خواهد رفت؟ ببینید الان ما یه نگاه بکنیم به ونزوئلا، سقوط بولیوار و تورم 1,000,000%، دلیل نداره که ایران مثل ونزوئلا نشه. هیچ تفاوتی نمیکنه. ونزوئلا بزرگترین منابع نفت دنیا رو داره، اولین کشور دنیاست. ایران چهارمی هست. و اگر ایران به اونجا تا حالا نرسیده، یه مقدار زیادیش هنوز راه باقی مونده متاسفانه. در نتیجه اینکه دلار تا چه حد سقوط بکنه در دراز مدت و تورم تا چه حد بالا بره و اون ورشکستگی که خب در مثالهاش بسیار زیاد هست، زیمبابوه تا چند سال پیش تورم صدها میلیون درصدی داشت، الان بهترین مثال خرابی اوضاع ونزوئلا است، ولی با تصمیمی که گرفت که در حقیقت تبدیل بکنه ارزشو به دلار، دلارایزیشن، تونست اون جنبه اقتصادی خودشو از بحبوه و وخامت در بیاره. در نتیجه این یه سرازیری هست جناب افشین جان که ما درش قرار گرفتیم که تای این سرازیری نامشخصه، اما در کوتاه مدت میشه مثلا در تخمین زد. مثلا فرض کنید که یکی از شاخصهایی که یکی از تئوریهایی که توسطش پیشبینی نرخ ارز میتونیم بکنیم، تئوری هست که بر اساس قدرت خرید ارز هاست، یعنی purchasing power parity، که مثلا فرض کنید که اگر یک دلار ما داشته باشیم، این دلار قدرت خریدش در نیویورک چقدره، در تهران چقدره. در نیویورک شما آیا میتونید یه دونه فنجون قهوه بخرید؟ در ایران میتونه باشه فنجون قهوه بخرید یا نه؟ اون وقت بر اساس اینکه قدرت خرید یک دلار اینجا و اونجا چقدر هست، وقت میشه قیمت ارز رو پیش بینی کرد. در نتیجه اونجایی که تورم بالاتر هست، ضعف قدرت ارزی بیشتر هست، یعنی اون کشوری که تورمش پایینه، ارزش باید نسبت اون کشوری دیگه که تورمش بالاست قوی تر باشه. و این در دراز مدت و به خصوص موقعی که اختلاف تورم اینقدر بالاست بین امریکا، فرض کنید حالا از زمان کووید و جنگ اوکراین با روسیه که بگذاریم که الان تورم نزدیک 8% شده، ما اگر به طور تاریخی نگاه بکنیم قضیه نزدیک 2-2.5% حد اکثر با این چند ماه اخیر بهش اضافه بکنیم نرخ تورم امریکا بوده در سال، در مقابل 40 خورده درصد نگاه بکنیم این روزا که حتی خیلی بالاتر میاد، از آذوقه شاید 70-80% نرخ تورمش هست حداقل، میتونیم این نرخ ارز رو پیش بینی بکنیم. در چه سقوط ارز تومان بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد، چون تورم ایران داره روز به روز بدتر میشه و دولت بودجه برای خیلی بسیار از کارهاش دیگه نداره، دست به اسکناس، چاپ اسکناس داره میزنه، درآمد نفتیش همطور کاهش رفته به خاطر تحریم ها و مشکلات بعدی که خودش به سر خودش آورده. در نتیجه 45,000 تومان 50,000 تومان
همچون که در گذشته میشد راحت پیش بینی کرد که به این حد امروزی برسه، اتفاق خواهد افتاد. فقط تنها چیزی که در پیش بینی های ارزی کار مشکلی هست برای اقتصاددان ها زمانش هست جناب افشین، یعنی که این که به 50,000 تا افتاد خواهد افتاد، آیا 6 ماه دیگه صورت خواهد گرفت یا فرض کنید که 9 ماه دیگه صورت خواهد گرفت یا آخر سال خواهد گرفت، به خاطر این که یک این که خب عوامل زیادی دست در کار است، دومی که دولت تا یه حد زیادی هنوز اختیارات قهقرایی و ببخشید قهرایی و نظامی و کنترل بازارها دستش هست، میتونه پول وارد بازار بکنه برای مدت کوتاهی نرخ رو تثبیت نگه داره ثابت نگه داره و غیر ذلک. در نتیجه اونو نمیشه دقیقاً گفتش که در عرض چند ماه اون پیش بینی که شما بهش اشاره کردین خواهیم رسید، ولی 45,000 تا من خیلی به راحتی میشه در صحبت از ماها کرد. ولی اگر این روش ادامه پیدا بکنه، این روند ببخشید ادامه پیدا بکنه و این رژیم به همین صورت به شکلی که سر کار هست سر کار بمونه، حتی اگر برجامی هم برقرار بشه که نخواهد شد، اختلافی یعنی هیچ وقت برگشت دیگه نداره به قدرت سابق و ما خیلی راحت میتونیم پیش بینی بکنیم که ایران ارزش 70-80,000 تومان هم در عرض یکی دو سال آینده و خیلی بالاتر، هم که عرض کردم در ونزوئلا ما تورم 1,000,000 داریم در صورتی که ما الان در ایران ظاهرا دو رقمی هست، تورممون به 7 رقمی نرسیده. اون یه تئوری است. تئوری دیگه‌ای هم وجود داره سر قیمت ارز، اونم مسئله قیمت نفت هست که در کوتاه مدت میتونه به قدرت ارز کمک بکنه. ولی حتی الان در یه مثال بزنم خارج از این نوبت جناب افشین جان، اونم هست که الان کانادا که همیشه ارزش نزدیک 88% با قیمت نفت ارتباط مستقیم داشته، چون دلار کانادا رو در بازار آزاد خیلی به عنوان کاماریتی کرنسی میشناسن و باش رفتار کردن، الان ببینیم که علی رغم قیمت نفت 120 دلاری در West Texas Intermediate، قیمت دلار 77 سنت 78 سنت امریکا بیشتر نیست. درنچه این کوریلیشن هم از بین رفته. در مورد ایران که صادراتی هم نداره از نقطه نظر نفتی، چون به خاطر تحریم ها و مشکلات دیگه ای که وجود داره، در حقیقت از بالا رفتن قیمت نفت آنچنان بهره ای نمیتونه ببره. با توجه به اینکه انقدر فساد زیاد هست که اگر یه درآمدی هم باشه از به جایی که به اقتصاد و کمک مردم بره به جیبهای خالی سرکردگان بره. دکتر زندی، من وقت رو میگرفتم، میدونم که شما باید میرفتین و اینقدر که موندی من بسیار سپاسگزارم. بقیه سوالا رو از دکتر موریدی خواهم کرد، ولی پرسش زیاد دارم، ولی میخوام که از شما قول بگیرم که دو مرتبه به زودی برگردین و مطالب راجع به این موضوع که من مطمئنم بینندگان ما بسیار علاقمند هستن راجع به این موضوع باز هم صحبت بکنیم. از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم و به امید دیدار به زودی، و سپاسگزارم که از اینکه یک چند دقیقه بیشتر از اون چیزی که قرار بود باشین هستید. خیلی ممنونم دکتر زندی. به درود تا بعد. بسیار ممنون و سپاسگزار جناب افشین از دعوتی از من کردید و روز خوشی برای شما آرزو میکنم. انشالله که در دفعات بعدی بتونم در خدمتتون باشم. بله دکتر موریدی، سوالی که مطرح شده و مطرح میشه که البته به نظر من زمان بسیار زیادی رو نیاز داره که ما بخوام بهش برسیم، موضوع فدرالیسم هست و موضوع عدم تمرکز. این دوتا موضوع در حقیقت خیلی ها به واژه عدم تمرکز بیشتر علاقمند هستند تا موضوع فدرالیسم. همین موضوع رو ما با دکتر زندی هم مطرح کردیم و دیگری این که صحبت شد، یکی از ترس های مردم اینه که وقتی که صحبت از فدرالیسم میشه و بعد آموزش به زبان مادری میشه، یک دفعه بعضی ها به قول معروف
فازشون و اعصابشون رو از دست میدن و میگن که این در حقیقت یک جای پای هست برای جدایی طلبی. من وارد این موضوع شخصا نمیشم، شما بسیار راجع به موضوع مطالب گفتین، نوشتین و صاحب نظر هستین. از طرف دیگه گفته میشه که ما، یعنی من، شما، دکتر زندی و دیگران در شرایطی نیستیم که بخوایم برای ملت تصمیم بگیریم. یعنی ما صحبت میکنیم، مطرح میکنیم، ولی در این حال این مطالب بسیار بسیار مهم نیاز به رفراندوم داره. یعنی یه چیزی است که باید مردم آگاه بشن، اکثر مردم آگاه بشن، بدونن که فدرالیسم یعنی چی، عدم تمرکز یعنی چی، قوم یعنی چی، ملت یعنی چی، و بعد خودشون بتونن تصمیم بگیرن و اون میشه یک موضوع دموکراتیک، یک بحثی دموکراتیک که هم قاعدتاً باید به نتیجه‌ای که داده میشه قبول بکنن، حالا هر جور که هست. و بعدم این مطالب هست که من فکر میکنم که در فرصتی که حدود 10 دقیقه هست در این مورد اگر کمتر شد، من سوالات دیگه ای دارم از شما. خواهش میکنم راجع به این مطالب نظر خودتون بفرمایید. خیلی ممنونم جناب افشینجان. من فکر میکنم که در بحث و گفتگوی سیاسی ایران آینده ما 3 تا موضوع رو باید به اصطلاح کوشندگان سیاسی ایران در مورد 3 تا موضوع باید الان بحث و گفتگو بکنن. و همونطور که اشاره کردید ما تصمیم گیرنده نیستیم، ولی به عنوان رهبران فکری جامعه، به عنوان فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی جامعه، وظیفه همه ما هاست که در این موارد که من عرض خواهم کرد بحث گفتگو کنم. و این بحث گفتگو هم باید الان انجام بشه، نه بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی. یکی از اون بحث گفتگوها که خب اغلب مطرح است، فرم یا شکل نظام آینده است، که آیا نظام آینده باید جمهوری باشه یا نظام آینده باید سلطنتی مشروطه باشه، که البته من این رو به این شکل جواب دادم دوستانی که بحثش داخل بحثشون شدم. من گفتم که ما سوال اصلی اونه که آیا ما دیکتاتوری میخوایم در رژیم آینده ایران یا جمهوری میخوایم یا دموکراسی میخوایم. سوال اصلی این هست، نه که با مشروطه میخوایم یا جمهوری میخوایم، چون هم نظام مشروطه میتونه به دیکتاتوری ختم بشه، کمان که حکومت های مشروطه یا پادشاهی دیکتاتوری در کشور خودمون داشتیم، در کشورهای دیگر هم الان هستن و کشورهایی هستن که جمهوری هستند و دیکتاتوری، و برعکس ما کشورهای جمهوری داریم که دموکراسی هستن، کشورهای جمهوری داریم که کاملا دیکتاتوری هستن. بنابراین سوال در واقع سوالی نیست که ما جمهوری میخوایم یا یا پادشاهی میخوایم، سوال اینه که دموکراسی میخوایم یا دیکتاتوری. طبیعی است که دموکراسی میخوایم و دموکراسی ما میتونیم در قالب هر دوی این سیستم ها میتونیم پیاده بکنیم. و همونطور که شما اشاره کردین با رفراندوم عمومی میشه اینجا به اصطلاح پیاده کرد، منتها ساختار قانونی اون باید مشخص باشه. اگر هر دوی این سیستم ها، اگر جمهوری میخواد باشه یا پادشاهی، هر دو باید جمهوری پارلمانی باید باشه یا پادشاهی پارلمانی، به این معنا که رئیس جمهور یا پادشاه در هر عنوانی که داشته باشن به عنوان رئیس نمادین مملکت هستن، حق دخالت در امور سیاسی را ندارن، حق جانبداری از هیچ کدوم از احزاب سیاسی را ندارن، حق رأی دادن در انتخابات را ندارن، بنابراین حق اظهار نظر در امور سیاسی مملکت را ندارن، فقط به عنوان مثلا نماد مملکت، نماد رئیس کشور، بزرگ خانواده، حالا هرچی اسمش بگذاریم، به اون شکل در مقام خودشون هستن به عنوان رئیس کشور و به عنوان فردی که به اصطلاح سمبل یگانگی و اتحاد مردم هستن. حالا این میتونه موقتی باشه که اسمش رئیس جمهور است، میتونه دائمی باشه که اسمش از پادشاه. نمونه هاش ما داریم در سیستم های سلطنتی اروپای غربی داریم، در ژاپن داریم، در همین قاره خودمون آسیا به شکلی در تایلند داریم حکومت پادشاهی به اصطلاح مشروطه، و جمهوری تشریفاتی هم ما در آلمان داریم، در اسرائیل داریم و در کشورهای گوناگون، در هندوستان داریم، در پاکستان داریم. این هم از کشورهای همجوار خودمون که رئیس جمهور در واقع نقش سیاسی به هیچ وجه نداره، بلکه
فقط مقام نمادین هست. به هر حال این از این موضوع. موضوع بعدی که لازمه که الان روش بحث بشه واقعا سیستم مدیریت آینده مملکت. ما حالا اومدیم دموکراسی رو هم ایجاد کردیم، گفتیم مملکت با دموکراتیکه، خیلی خوب. حالا مدیریت که غیر از مسئله دموکراسی، دموکراسی یک بخش سیاسی قضیه است، مدیریت یک بخش اجرایی هست. ما مملکت رو چطوری می‌خوایم اداره بکنیم؟ عذر می‌خوام در این مورد خب بعضی ها کلمات فدرال رو به کار می‌برن، بعضی ها کلمات نظیر غیر متمرکز یا ایالتی ولایتی، از این اصطلاح خود مختار از این عناوین زیاد به کار برده میشه جناب افشینجان، ولی متأسفانه کسی نیامده، یا البته کسی که بنده خودم چندین بار اینو عنوان کردم ولی دیگران من کم شنیدم که بیان راجع به محتوا صحبت کنن. همش در همون عناوین خودشون رو گیر انداختن و شروع کردن جنگ جدال کردن با هم دیگر، یا شروع کردن تفصیل های خودشون رو به کار بردن. خب ما در دنیا بیش از 50 کشور فدرال داریم و هیچ کدوم از این کشورهای فدرال تجزیه نشدن. نمونهش همین کشوری که بنده و شما توش زندگی میکنیم کانادا، یا کشوری که در جنوب کانادا هست، ایالات متحده آمریکا، پرقدرت‌ترین کشور دنیا از هر نظر، خب اون هم به اصطلاح فدرال هست. حالا روسیه هم فدرال هست، برام هم واسه کشورهای فدرال داریم ما. آلمان هم فدرال هست، هندوستان بغل دست ما فدرال، پاکستان فدرال. خب ما کشورهای فدرال هم داریم، کشورهای متمرکز هم داریم، ولی وقتی صحبت از فدرال هست، حالا اسمش فدرال غیر متمرکز هرچی، باید محتواش معلوم بشه. ما روی محتوا با صحبت کنیم، گفتگو کنیم، مردم رو آگاه بکنیم، خودمون آگاه بشیم، خودمون یاد بگیریم. ولی اون چیزی که مسلم هست، ما نمیتونیم ایران قرن 21 و بعد از جمهوری اسلامی رو مطابق سبک سلیقه و ترتیب مدیریتی که در دوران پادشاهی با داشتیم یا در دوران جمهوری اسلامی داریم اداره کنیم. این یه چیز غیر ممکنی هست و این رو ایرانیان نخواهند پذیرفت. این یه واقعیته و درست هم نیست. با توجه به سیستم مدیریتی جهان امروز و پیچیدگی جوامع، تقسیم کار در همه جوامع انجام میشه. شما در یک شرکتی، در یک اداره هم که هستید، کار رو تقسیم میکنه، همه کارا رو یک نفر یا در یک محل انجام نمیشه. این در واقع این عدم تمرکز یا فدرال هر اسمی داشته باشه، در واقع یک سیستم مدیریتی تقسیم کار هست. در خود همین کانادا هم ما خب سیستم فدرال داریم زندگی میکنیم، الان سالیان سال است و میبینیم عملا چقدر این سیستم قشنگ کار میکنه، چون تقسیم کار شده، هر کسی میدونه شهر شهری وظایف خودش داره، اختیارات خودش داره و استانها و دولت مرکزی هم کارها تقسیم شده، هر کسی میدونه وظیفه چیه، اختیاراتش چیه و مسئولیتش چیه است. بعد برمیگرده موضوع سومی که من فکر میکنم الان در این روزها و ماها به اصطلاح احتیاج هست که واقعا بحث بشه و این موضوع تعریف بشه، باز بشه، تعریف ملت ایرانه. ما ملت ایران رو در عرض این 100 سال گذشته یا بعد از مشروطیت اگر بخوایم بگیم، یک تعریفی حالا نوشته شده یا نانوشته سیاستی بوده در ایران که میخواستن همه رو یک رنگ بکنن، همه رو یک زبان بکنن، همه رو یک شکل بکنن، همه به یک تاریخ به اصطلاح ببالن، در حالی که ایران یک مملکتی بوده از مردمان گوناگون. من کلمه قوم رو نمیخوام به کار ببرم، ملیت رو اینا رو نمیخوام به کار ببرم، میگم مردمان. ایران از مردمان گوناگون تشکیل شده و ما میبینیم مثلا فرض بفرمایید 100 سال پیش از این که 1% مردم ایران باسواد بودن، اصلا مردم بلوچستان یا میدونستن که بخشی از مملکتشون اسمش از آذربایجان، یا در آذربایجان مثلا مردم میدونستن که یه بخشی از مملکتشون اسمش از خوزستان یا کرمان، یا حالا کرمان را شاید میدونستن به خاطر زیرش یا به خاطر قالیش که معروف بوده، ولی مثلا بلوچستانه نمیدونستن، مردم از این چیزا خبر نداشتن، همه بی سواد بودن. ولی خب الان 100 سالی است که تقریبا مقدار درصد با سوادی رفته بالا، اطلاعات اینا بیشتر شده، ولی واقعیت امر این است که ملت ایران، کشور ایران در طول تاریخ ما همینطور بوده. ایران کشور بزرگی بوده، امپراتوری بوده. اون چیزی که باقی مونده الان ما ایران بهش میگیم در واقع باقی مانده امپراتوری بوده که در چه بعد از اسلام چه قبل از اسلام خب امپراتوری بوده. در زمان ساسانیان ما امپراتوری بزرگی داشتیم، در زمان هخامنشیان همینطور، در زمان بعد از اسلام که سلسله های ترک در ایران حکومت کردن، خب سلجوقیان میشه که امپراتوری سلجوقیان در واقع همتراز امپراتوری ساسانیان بود.
خب این امپراتوری به هر حال در طول این قرنها به دلایل تاریخی به اصطلاح کش رفته به رسیده به اون چیزی که امروز هست و نتیجه ما میبینیم امروز مردمان فارس ما به سه قسمت تقسیم در سه کشور زندگی میکنن، در ایران، افغانستان، تاجیکستان. هموطنان بلوچ ما در دو کشور زندگی میکنن، هموطنان ترک آذری ما در دو کشور زندگی میکنن، هموطنان ترک ترکمن ما در دو کشور زندگی میکنن، هموطنان کرد ما در سه یا چهار کشور زندگی میکنن. این یه واقعیتی است. هموطنان عرب ما همینطور. عذر میخوام. ما دکتر اگر ممکنه جنبندی بکنید، وقت ما ظاهرا داره تموم میشه. بله. ولی این است که جناب افشینجان، من فکر میکنم باید فرهیختگان به خصوص جامعه شناسان و فیلسوفان ما باید بشینن یک تعریف خاصی، تعریف مدرنی از ملت ایران ارائه بدن که در اون ملت ایران تعریف بشه، به اصطلاح مردمان و گوناگون عناوینشون تعیین بشه، تا اینکه ما از این بحث های جدال برانگیزی که هست از اینا بتونیم کنار بیایم و ببینیم که بدونیم که هممون شهروند ایران هستیم و به عنوان شهروندی همه از هر حقوق یکسان برخوردارن و چیزی جز این هم نیست در واقع، و از این جدر بحث های بیمارد هم میشه جلوگیری کرد اگر ما تعریف دقیقی بتونیم پیدا بکنیم برای این. دکتر مریدی، من بسیار استفاده کردم از فرمایشات شما، باز هم از شما قول میگیرم که در دفعات بعدی در خدمتتون باشیم و اینا رو به گفته شما تعریف ملت ایران چیست و فرق فدرالیسم و عدم تمرکز چیست، ولی به شما به درستی اشاره کردین حدود 50 یا در این حدود کشورهای مختلف هستن که اینها رو دارن ولی مشکلی هم ندارن. بنابراین وقت ما چون تموم شده، از شما سپاسگزارم که تشریف آوردین و باز هم اجازه بدین که شما رو در این برنامه داشته باشیم. به امید دیدار دکتر مریدی. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.